حقیقت پروژه خاتم الانبیا و مصلای شهید مزاری، زمینی مصلا ملکیت کیست و چرا این روزها جنجال شده است؟ سلام بر شما مخاطبان گرامی بیننده و شنونده تلویزیون اینترنتی افغانستان مرکزی و سنترال افغانستان هستید. امروز 13 اکتبر سال 2021 میلادی و برابر با 21 میزان سال 1400 هجری شمسی است. مخاطبان گرامی، تصویری که از بالا تماشا میکنید پروژه بزرگ خاتم الانبیا و مصلای شهید مزاری در دشت برچی را نشان میدهد. این زمین سالهای گذشته هر از گاه شاهد جنجالها و دعواهای حقوقی بوده است. فرزندان آیات الله سید فاضل بعد از وفات پدرشان بارها این ساحه را ادعای ملکیت کرده است. در تازه ترین مورد گفته می شود تلاش جریان دارد که بقیه مانده زمین پروژه خاتم الانبیا، به خصوص مصلای شهید مزاری که بخش از آن است، را بچه های آیت الله فاضل تصاحب کند. حتی دو روز قبل آن مصلا رسما به داماد آقای فاضل جناب سید جوادی بلخابی تحویل داده شده است و کارمندان قبلی مصلا جواب داده شدند. اما امروز آیت الله وایزاده بیسودی اطلاعیه منتشر کرد مبنی بر این که سید جوادی بلخابی خلاف مصالح مردم کار نمی کند. خبرنگار سنترال افغانستان با اطلاعات دستیافته است که قرار است مصلا به آیت الله وایزاده بهسودی و مردم غرب کابل تحویل داده شود، اما منابع رسمی علنا آن را تا به حال تایید نکرده است. دکتر جعفر مهدوی نیز در صفحه فیسبوکش نوشته است که گروه تا مصلا را به مردم بازگردانده است. او در گفتگو با سنترال افغانستان گفت که آنان پیگیر قضیه بود و مصلا به مردم بازگردانده می شود چون متعلق به مردم است. وضعیت سابقیش ما مکتوب با مقامات امارات گپ زدیم، گرفتن و همو نگهبان سابقه حالی رفته. ای گپا نیست، مصلا اموال شخصی هیچ کس نیست، متعلق به مردم است، نه متعلق به کدام رهبر سیاسی است، نه متعلق به کدام حزب است، نه متعلق به کدام آیت الله است، متعلق به هیچ شخص نیست. یک مکان عمومی است و عام المنفعت است و مردم به طور عمومی استفاده می‌کنند. به هیچ شخص و به هیچ سازمان، به هیچ ارگان و به هیچ مجمع تعلق نده مثلا. برحال موضوع اجالتا نمونیابان قبلیست، اینا اگر دعوا دارن هر وقت که محکمه با صلاحیت ایجاد شد میتونن اسناد خود به محکمه مراجعه کنن. برحال اگر محکمه تشخیص داست برای اسناد، ولی قطعا اسناد جعلیست، چون زمین برای همه واضح است که زمین وزارت دفاع بوده زمان حکومت مجاهدین. این آقای ربانی رئیس جمهور وقت میتونه برای یکی مراکز عام المنفع جور شود، مکتب، کلینیک، مسجد، مصلای گپا که میخوان و آقای فاضل متاسفانه و یک تعداد دیگه به گمان چیزی که ما شنیدیم اونمو زمین های اطراف خانه های اطراف مصلا رو سودا کردن. یعنی یک تیکه مانده، یعنی میگه که برای کدام مراسم های عبادی و برحال دینی و مذهبی، یعنی میرم این مجموعه دیگهش تصمیم داره که ایره مصادره بکنه و با استفاده نظیم وضعیت شرایط بازی رو بیتونه بفرشه. اما حقیقت این پروژه چیست و جنجال ها ریشه در چی دارد؟ در ادامه جزئیات بیشتر با شما شریک می شود، ولی قابل ذکر است که ما ادعای کامل بودن معلومات را نمی کنیم و شما می توانید در این زمینه با ما همکار باشین و اطلاعاتتان را شریک سازین. همون گونه که در تابلوی سر دروازه مصلای رهبر شهید ثبت شده است، اصل پروژه با نام مجتمع بزرگ خاتم الانبیا است که امروز مصلای شهید مزاری یک بخش آن است. مساحت اصلی زمین پروژه بزرگ خاتم الانبیا 80 جریب زمین است که از دیوار چسبیده و زمین تلگراف شروع و به سمت گلوی مهتاب قلعه امتداد یافته است. این زمین در اصل ملکیت دولتی بوده است و متعلق به وزارت دفاع ملی افغانستان، اما در زمان دولت اسلامی بر رهبری شهید پروفسور استاد برهان الدین ربانی وقف مردم عام غرب کابل و به خصوص جامعه تشیع شده است. در آن زمان تازه حضرت آیت الله محقق کابلی به درجه اجتهاد نائل شده بود. حزب وحدت که یک حزب مقتدر شیعی و هزاره در افغانستان بود، پیشنهادی به دولت ربانی داد تا این ساحه را در اختیار مردم غرب کابل قرار دهد تا دستگاه مرجعیت در آنجا جابجا شود. قرار بود یک مسجد، شفاخانه، دفتر آیت الله، مدرسه، ورزشگاه و غیره در این زمین ساخته شود.
تعداد زیاد از چهره های سیاسی حزب وحدت از جمله آیت الله فاضل وظیفه میگیرد این مکتوب را دنبال کند. آقای آیت الله فاضل عضو شورای نظارت حزب وحدت بود و یک روحانی. دولت اسلامی بر ریاست استاد برهان الدین ربانیان را تایید و حکم داده است. این حکم نه برای شهید مزاری بود، نه برای پروانی و نه برای فاضل و نه برای هیچ فرد خاصی، بل وقف مردم عام است. این هم تصویری از همان حکم است که دوستان عزیز از آن سخن گفتیم و در اینجا واضح هم نوشته شده است. بنابراین پروژه خاتم الانبیا و مصلای شهید مزاری وقف مردم است. بر اساس گزارش ثبت شده در هفتنامه وحدت، تهداب این پروژه در تاریخ 13/8/72 یعنی 13/72 با حضور شخصیت‌های سیاسی جهادی، وزرای دولت، نمایندگان احزاب جهادی، مسئولین گروه‌ها و صدها تن از مردم کابل توسط استاد مزاری دبیرکل حزب وحدت اسلامی افغانستان گذاشته شده است. شخص آیت الله فاضل نیست در آن برنامه شرکت داشته و تا وقتی در قید حیات بوده است هرگز ادعای مالکیت این زمین را نکرده است. بر اساس نقشه اولیه قرار بوده این پروژه شامل یک باب شفاخانه مجهز با 100 بستر، مسجد بزرگ به مناظر رهایشی برای محصلین، یک سوپرمارکت و یک مدرسه با گنجایش بیش از 7000 نفر به سبک مسجد الفیصل در اسلام آباد پاکستان بدون ستون ساخته شود و در آن طلاب مذاهب مختلف بدون تبعیض و تعصب به ادامه تحصیل بپردازند. آیت الله فاضل نیز در این مراسم گفته است که این مدرسه تنها مربوط به حزب وحدت اسلامی نه، بل مربوط به همه مردم مسلمان افغانستان اعم از شیعه و سنی و شیعیان اسماعیلی می باشد و باید همه در ساختن آن شریک باشند. در مراسم تهداب گذاری این پروژه، جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم 1,000,000 افغانی و جنرال سید منصور نادری والی بغلان 1,000 خلطه سیمین به عنوان اهدای اولیه کمک کردند. این موردها در هفتنامه وحدت شماره 124 و 125 تاریخ سال قوس سال 1372 در صفحه پنجمش منتشر شده است. در اجلاس مورخ 10/5 سال 1373 شورای عالی نظارت حزب وحدت اسلامی افراد زیر به عنوان هیئت رئیسه این مجتمع بزرگ انتخاب گردیدن تا کار پروژه بزرگ خاتم الانبیا را تعقیب نمایند. آیت الله عظما محقق کابلی، آیت الله صالحی مدرس، آیت الله فاضل، آیت الله صادقی پروانی، آیت الله بهشتی، آیت الله شیخ زاده غزنوی، حجت الاسلام محقق بیسودی، حجت الاسلام حکیمی غزنوی، حجت الاسلام عرفانی یکاولنگی، حجت الاسلام فاضل حسینی، حجت الاسلام افکاری شهرستانی، حجت الاسلام امینی، حجت الاسلام مرتضوی. این موضوعات هم دوستان عزیز دقیقاً در هفتنامه وحدت شماره 140 در ششم اسد سال 1373 هجری شمسی در صفحه 16 همش آمده است و ذکر شده است. در زمان تسلط گروه تا در دهه 70 بر افغانستان این پروژه دست نخورده باقی ماند و این گروه کمترین اقدام منفی علیه آن نکرده است. ظاهرا بین سالهای 1382 و سال 1383 هجری شمسی سید حسن فاضل زاده فرزند آیت الله فاضل عرضه ترتیب می‌دهد تا سند پروژه خاتم الانبیا را به نام پدر و خانواده‌اش ثبت کند. این کارها بعد از وفات پدرشان حضرت آیت الله فاضل صورت گرفته است و گفته چند تن از هیئت مدیره مصلای شهید مزاری فرزند آیت الله فاضل این عرضه را به وساطت سید حسین انوری به مارشال فهیم رساندند و بر اساس دستور مارشال ظاهرا این زمین به خانواده فاضل داده شدند. در همان زمان پسران آیت الله فاضل دفتر به نام پدرشان در گوشه غربی این پروژه باز میکند تا به نحوی این زمین را ملکیت پدر خود حساب کند. بعد از وفات آیت الله فاضل فرزندان ایشان که در رأس فاضل زاده قرار دارد تلاش کرده است خواهران خود که از مادر دیگر است را از ورثه محروم کند. یعنی ظاهرا دو یا سه همسر داشته که بچه هایشون که از یک مادر بوده تلاش کرده خواهرانش که کلن از یک مادر دیگه بوده را محروم از ورثه کند. در نتیجه جمع خواهران آقای سید جوادی بلخابی یازنه خود را به عنوان وکیل انتخاب کردند تا اقامه دعوا کنند. همین آقای سید جوادی بلخابی که دو روز پیش گروه تا مصلا را به او داده است و کارمندان قبلش را جواب کرد. خواهران او را و
وکیل خود گرفتند تا از اموال شخصی آیت الله فاضل باید به تمام ورثه ها ارث برسد و دوم زمین پروژه خاتم الانبیا که متعلق به عام مردم است باید به مردم داده شود نه به بچه های آیت الله فاضل. در واقع در اصل سید جوادی بلخابی با سید حسن فاضل زاده فرزند آیت الله فاضل خسروبره خود در اول و تا همین اواخر مشکل جدی داشته است. با روی کار آمدن نظام جدید حضرت آیت الله محقق کابلی رحمت الله علیه در سفری که در سال 1385 به افغانستان داشت جمع بزرگ از علما تلاش کردند تا قضیه این پروژه عام المنفعه باید صاف شود. نمایندگانی هیئت امنا به شمول داماد آیت الله فاضل یعنی همین جوادی بلخابی دست به دست هم داده و دوسیه را به سارنوالی بردن. در نهایت اسناد فرزندان فاضل بررسی شد و آنان به جرم جعل اسناد و غصب دارایی عامه تحت تعقیب قرار گرفتند. بر اساس اطلاعاتی که سنترال افغانستان بدان دست یافته است تا آن زمان سید جوادی بلخابی حامی مردمی بودن این پروژه بوده است. در نهایت سارنوالی اسناد مردم و حزب وحدت را مورد تایید قرار داده و مجدداً هیئت امنای پروژه خاتم الانبیا کلنگ مجتمع و مسلح را بر زمین زد و کار آن را افتتاح نمود. آیت الله محقق کابلی در دوران مقاومت غرب کابل هم جزء هیئت رئیسه مجتمع و هم رئیس شورای عالی نظارت حزب وحدت اسلامی بود. اگر زمین مال شخصی فرد یا افرادی می بود قاعدتاً ایشان اطلاع می داشت و با توجه به این که ایشان مجتهد عادل بود نباید بر زمین شخصی افراد کلنگ می زد. ایشان پروژه را افتتاح نمود اما به دلیل بی‌پروایی و بی‌توجهی سران و بزرگان کار آن ناتمام باقی ماند که شما دوستا هم در وقتها در جریان بودیم که بارها کار شروع شد و توقف کرد. در طول دو دهه اخیر فرزندان مرحوم آیت الله فاضل تلاش کردند بخشهایی از مصلی را به فروش برساند و بخش آن را نیز شخصی استفاده کردند. البته بسیاری از خانه‌های اطراف مصلی گفته می‌شد که در اصل متعلق به پروژه بزرگ خاتم الانبیا بوده که توسط فرزندان آیت الله فاضل فروخته شده است. در کنار شیم در اینجا ورزشگاه ساخته شده است که به گونه مثال شما در این گوشه دوستان از اگر دقت کنید یک ورزشگاه بزرگ می‌بینید که ساخته شده است و ورزشگاه فوتبال هست که بیشتر به تیم‌های فوتبال و ورزشکاران به کرایه داده می‌شود، در حالی که با توجه به اینکه زمین برای مردم وقف شده است نباید هزینه سنگین از تیم‌ها بگیره و به آنها به کرایه داده شود، بلکه یک پولی بسیار کم به خاطر مو نظافت چه گرفته میشد، ولی حالا پول زیادی گرفته میشه مثل دیگر ورزشگاه‌ها به کرایه داده میشود. در قسمت دیگر پروژه بزرگ خاتم الانبیا ساختمان نمارسنا ساخته شده است که باز هم استفاده شخصی میشود و هر برنامه مردمی که گرفته شود باید پول پرداخت شود. مثلا ما در توزیع کمک‌های شما خیرین به خانواده‌ها و خانواده شهدا و زخمیان دشت برچی دو بار همین ساختمان نمارسنا را کرایه کردیم و مجموعا نزدیک به 20,000 افغانی بابت کرایه همین پرداخت کردیم، در حالی که اینجا وقف مردم است ما نباید پولی بیشتر پرداخت میکردیم. بر هر صورت برنامه های ما در آنجا برگزار شد و از سوی سنترال افغانستان هم منتشر شد که دوستا تماشا کردن. قسمت دیگری این زمین شفاخانه از زهرا ساخته شده است که باز هم استفاده شخصی است و هیچ گونه تخفیف هم برای مردمای غریب دشت برچی و غریب کابل در کار نبودند. یک بخش آن مسجد رسول اکرم توسط مردم ساخته شد دوستان عزیز که در قسمت جنوب غربی شو واقع شده است پشت سر مصلی شهید مزاری. در قسمت های دیگر نیز دکان، حمام و چاپخانه ساخته شده است و به کرایه داده شده است و پول آن نیز به جیب فرزندان آیت الله فاضل می رود و استفاده مردمی نمی شود. فرزندان آیت الله فاضل تصمیم داشتند در اینجا یک سوپرمارکت بزند و بخش آن را به صورت مجزا بین هم تقسیم کند و خانه های رهایشی ساخته و به فروش برساند، اما قبلا هم ذکر کردم که حساد آنان باطل اعلام شد و این مکان دوباره وقف مردم غرب کابل شد. در نهایت در دو سال اخیر حکومت غنی میخواستان را بسازد که خودشان سقوط کردند. اما فرزندان آیت الله فاضل به خصوص سید حسن فاضل زاده باز هم تلاش کرد تا به نحو مسجد خاتم الانبیا که فعلا در گوشه آن را در گوشایانس را به داخل زمین گسترش بدهد. آنان در ماه محرم مسجد را رها و در داخل زمین سینه‌زنی می‌کردند تا به نحو پروژه را اصالت مردمی خارج و در اختیار شخص فاضلزاده قرار گیرد، اما مردم جلوی آنان را گرفتند. فاضلزاده در ماه جدی سال 1387 پرچم مبارک امام حسین علیه السلام را از کربلا به کابل آورد و در وسط پروژه بزرگ خاتم الانبیا نصب کرد. می‌خواست اطراف آن را احاطه کند ولی مردم و هیئت امنای پروژه خاتم الانبیا
جلوی او را گرفتند. فاضل زاده از این فرصت استفاده کرده و اعلام کرد که این مردم مخالف امام حسین هستند، اما هیئت مدیره گفتند که میشه پرچم امام حسین علیه السلام را در داخل مسجد بمانیم و یا در گوشه ای از مصلا. این موضوع باعث شد که در همان سال، یعنی سال 1387، در جلسه هیئت امنا و بزرگان جامعه شیعه و هزاره پیشنهاد علما متنفذین، ائمه مساجد و نمایندگان مردم و احزاب سیاسی را که به منظور تأسیس مصلای شهید مزاری در ستاد سالگرد آن شهید گرد هم آمده بودند، مبنی بر احداث مصلای بزرگ به نام مصلای بزرگ شهید مزاری تایید نمودند و هدایت دادند که کار عملی آن بعد از سپری شدن مراسم سالگرد آغاز گردد. همه موافقت کردند، ولی جنرال انوری ملاحظات داشتند و اصرار داشته است که با همان نام قبلی، یعنی پروژه بزرگ خاتم الانبیا، باید اینجا ساخته شود. در نهایت در ماه هود و در سالیاد بابه یک بخش از این پروژه بزرگ به نام مصلای رهبر شهید نامگذاری شد، اما در لوحه که نصب شده بود در قسمت اولش کلان نوشته شده بود که پروژه بزرگ خاتم الانبیا و در قسمت پایین نوشته شده بود مصلای شهید مزاری. در واقع یک بخش آن به نام مصلای رهبر شهید نامگذاری شده بود و تا به حال هم باقی مانده است. خلاصه این که بر اساس تمام این گزارش‌ها پروژه متعلق به مردم است و بر اساس پیشنهاد حزب وحدت اسلامی افغانستان تهداب آن توسط رهبر شهید گذاشته شده است. اعضای هیئت مدیره آن توسط شورای عالی نظارت برگزیده شدند و این پروژه هیچ ربطی به فرد یا افراد خاص نداشته و ندارد. اگر پروژه مال شخصی فرد یا افرادی می بود، شورای عالی نظارت حزب وحدت چه حق داشت که تا برای آن هیئت مدیره تعیین کنند؟ اصلا دولت ربانی چی گفته به نام یک شخص قباله می داد؟ اگر به نام آیت الله فاضل کرده بودند، چرا ایشان آن وقتی که زنده بود ادعای ملکیت نکرده است؟ و چرا تا وقت زنده بود همیشه گفته است که اینجا تنها برای حزب وحدت نه، بل برای تمام مردم افغانستان و کابل است؟ آنچه در این گزارش گفتیم حاصل گفتگوی من، نصیر ماهدی و همکارانم با دو تن از اعضای هیئت مدیره، تعداد از افراد بی‌طرف و گفتگو با دکتر جعفر مهدوی و نوشته یک از دوستان است که من آشنایی با ایشان ندارم. دو روز قبل، یعنی تاریخ 11 اکتبر و 19 میزان، یک از اعضای هیئت مدیره در گفتگو با سنترال افغانستان گفته بود که با وجودی که سید جوادی بلخابی و سید حسن فاضلزاده بر سر ورثه با هم مشکل داشتند و دارن، سید جوادی حتی صدی در برابر جعل سند فرزندان فاضل شده بودند، اما فعلا با همدیگر هم نظر شده است و تصمیم دارند که زمین مصلا را تصاحب کنند. اما دوستان سید جوادی بلخابی و نزدیکانش در گفتگو با سنترال افغانستان این مورد را رد کرده و آن را اتهام خواندند. این نزدیکان آقای بلخابی در گفتگو با سنترال افغانستان گفتند که آقای بلخابی میخواهد زمین را به مردم غرب کابل برگرداند و او فرد با تقوا است و هرگز حق کسی را نمیخورد و خودش هم پیرو خاص استاد مزاری است. سید جوادی بلخابی از آن هموطن داماد آیت الله فاضل است و مدت زیادی در زندان بوده است و رابطه خوب و متقابل از گذشته با گروه حاکم، یعنی گروه تا، داشته و دارد و اکنون گفته می شود در حوزه ششم هم کار می کند. ما بارها با جناب جوادی بلخابی تماس گرفتیم، ولی ایشان به تماس های ما جواب ندادند و جواب پیام ما را نیز ارسال نکرده است. اما حالا گفته می شود مصلا دوباره به مردم برگردانده می شود و شاید کارمندان سابقش هم دوباره به کار استخدام شود، ولی تا به حال هیچی عملا صورت نگرفته است و باید صبر کنیم چی می شود. نصیر ماهدی، سنترال افغانستان، تاریخ 13 اکتبر سال 2021 میلادی برابر با 21 میزانی سال 1400 هجری شمسی.